الان تو این وضعیت بازار خرید آیفون دست دوم دو اصلا منطق داره یا نه قبل از خرید آیفون دست دوم دو باید به چه نکته توجه بکنیم این ویدیو رو تا آخر ببینید چون میتونه به نفعتون تموم بشه سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه امروز میخوام صحبت بکنم ببینم که ارزش داره اصلا آیفون دست دوم دو بخریم یا نه آیا ارزشش بیشتر از این هستش که یه دونه اندروید نو بخریم یا نه یه نکته رو بهتون بگم آیفون 6S چه سالی وارد بازار شد؟ صدر تو بگو 2014 از سال 2014 تا الان تقریبا 9 سال گذشته ولی این آیفون 6s همچنان داره فروش میره یعنی آیفون های دست دوم 6s هست اون موقع رقیبش تو سامسونگ گلکسی S5 بود کسی الان میدونه گلکسی S5 کجاست پس میتونیم نتیجه بگیریم که اگر اگر بین خرید آیفون دست دوم و اندروید نوموندین این آیفون دست دوم میتونه از یه سری جهات بهتر باشه جهت اول اینکه آیفون یه کالای لوکس به حساب میاد تو ایران و یه کالای سرمایه ای یعنی شما اگر یه دون آیفون 6S سال 2014-15 خریده باشید دو میلیون تومن الان بعد از گذشت 9 سال وقتی 9 سال با گوشی کار کردی میتونی بفروشی 3 میلیون و 500 هزار تومن جالبه دیگه اندازه تورم قیمتش بالا نرفته ولی از قیمتی که شما اون موقع خریدی پایین تر ن ایمده. این یعنی چی یعنی اینکه شما اگر یه دونه آیفون 12 پرو یه دونه آیفون 13 پرو دست دوم بخری به مرور زمان با افزایش قیمت دلار و تورم و اینها این هم رشد میکنه یعنی اون افت قیمتی که روی گوشی های اندرویدی داریم رو روی آیفون نمیتونی تجربه بکنی من نمیخوام تحریکتون بکنم به اینکه برید آیفون دست دوم دو بخرید این واسه اون آدمایی که بین آیفون دست دوم دو و اندروید نو موندن باید به این نکته ها توجه بکنید دیگه یه مثال زدم گلکسی S5 کجاست بریم سراغ مزیت دوم وقتی شما یه آیفون دست دوم دو میخری یا اصلا یه گوشی دست دوم دو میخری یه یه ذره به نفته اون چیه هر کالای الکترونیکی رو شما بری بخری باکسش رو باز کنی اصلا استفاده هم نکنی هلوهاش 20 درصد افت قیمت روش میخوره اگر که بخوای به کاسبا بفروشی حالا اگر که بخوای آیفون دست دوم بخری اون بازه ای که تا آیفون 9 هست رو شما دیگه پرداخت نمیکنی یعنی اگر بتونی یه آیفون خوب تر تمیز پیدا بکنی اون بازه هم باز به نفته یعنی دیگه لازم نیست دیگه بری یه دونه آیفون 9 بخری دیگه اما به شرط اینکه بتونی یه آیفون تمیز پیدا بکنی دست دومشو یه نکته دیگه ای که ارزش خرید آیفون های دست دوم بالا میبره اپدیت های نرم افزاریشه چرا چون آیفون تقریبا 5 6 سال به شما اپدیت نرم افزاری میده یعنی شما الان اگر یه گوشی واسه یک سال پیشو بخری میدونی که تا 5 سال دیگه اپدیت هستی و اپدیت نرم افزاری باعث میشه که اون افت قیمت حتی کمتر بشه گلکسی اس فاهوی که ما داریم میگیم الان کجاست آخرین اندرویدی که گرفته چی بوده یکی از دلایلی که ارزش خرید رو بالا میبره دقیقاً همینه بریم سراغ چند تا نکته ای که قبلا بارها گفتم که موقع خرید آیفون دست دو دوم باید بهش توجه بکنید یه سرچ هم تو گوگل بکنید خیلی مقاله و مطلب هست خودم هم دو سه تا ویدیو براش ساختم میتونید بهش برسید اما یه مرور ساده بهش می‌کنم نکته اول نکته اول ظاهره اول نگاه کنید ببینید که مشکل ظاهری نداشته باشه خط و خش و فیلان و اینا پیچاشو نگاه کنید ببینید باز شده یی نداشته باشه یا هر چیز دیگه ای نکته دوم صفحه نمایش صفحه نمایش پیکسل سوخته داره صفحه نمایش های آیفون چون ال سی دی معمولا حاله میندازه اگر خیلی آیفون قدیمی باشه یه صفحه سفید باز بکنید مثل نوت گوشی نگاه کنید ببینید پیکسل سوخته توش هست یا نه پیکسل سوخته چیه اندازه یه نقطه خیلی ریز کوچیک یه جا مثلا سیاهه یا سبز یا هر چی یه رنگیه که رنگ سفید اون س... نوت گوشی نیست دیگه یا مثلا لبه های بالا و پایین گوشی رو نگاه بکنید ببینید رنگش مثلا با وسط گوشی یکی هست یا نه حالا آیا داده یا نداده اینم که تو صفحه نمایش باید توجه بکنید یه نکته دیگه بحث آنتن دهیه حتما و حتما یه مهلت تست یک روزه بگیرید از اون کسی که میخواید گوشی رو ازش بخرید که بتونید توی جاهای مختلفی که مشکلای آنتندهی داره مثلا سطح شهر حالا مشکل هم که الزاما نداشته باشه جاهای مختلف بتونید باهاش مکالمه برقرار بکنید ببینید مشکل آنتن داره یا یعنی نه چون آیفونا بعضا پیش میاد که مشکل آنتندهی بخورن یه نکته دیگه بحث نرم افزاره آیفونه شما وقتی میخوای آیفون دست دوم بخری حتما حواست باشه که اپل طرف قبلی از روی گوشی ساین اوت بشه چون اگر اپل روش باشه شما دیگه نمیتونی اپل آیدی خودت رو بیاری دیتا و اطلاعات خودت رو بسازی این نکته هم توجه بکنید نکته بعدی باتری باتری هلس خدا رو شکر تو خود آیفون ها هست یه توضیح درباره باتری هلس بدم اگر زیر 80 باشه خیلی دیگه به درد نمیخوره اگر بین 80 تا 90 باشه قابل قبول خوبه اگر 90 به بالا باشه که دیگه اوکازیونو عالی میشه باتری هلس هم که میری تو سeting تو قسمت باتری اونجا باتری هلس رو براتون میاره یه نکته دیگه بحث آب که یه سری از جاها میگن که اگر اسلات سیم رو باز بکنی یه دونه خط قرمز هستش که اگر اگر اون قرمز شده باشه یعنی آب خورده ولی به این نکته باید توجه بکنید که آیا میشه آب خوردگی فهمید یه نکته یو بهتون بگم که همون اول توی بخش طراحی و بدنه و اینا گفتم پیچا رو نگاه بکنید اگر پیچاش باز شده باشه احتمالا یا باتیه میخواسته عوض بشه یعنی مثلا یه آیفون تنیه که باتری هلسش خوب خب یعنی باتری عوض شده امکان نداره که این باتری هلس صد باشه یا اینکه آب خوردگی داره یعنی اینجوری شاید بتونید متوجهش بشید اما نکته مهم اینجاست نکته مهمی که باید بهش توجه بکنید اینه که آیفون دست دوم به خاطر بازاری که توش وجود داره یعنی بازار ایران آیفون دست دوم رو میطلبه خیلی از آدما نمیتونن هزینه بکنن که آیفون نو بخرن خیلی از آدمهایی که توی این بازار هستن تمام این روش هایی که منو هزاران نفر دیگه میان به شما میگن که آقا موقع خرید آیفون دست دوم باید بهش توجه بکنید رو اونها هم میدونن و اگر بخوان یه آیفونی رو به شما بفروشن احتمالش خیلی زیاده که این نکته هایی که شما میخواید تیکش رو بزنی و اونا قبلش تیکش زده باشن شما مثلا برد اون دستگاه ندیدی ولی طرف یه جوری پیچار باز و بسته می که شما متوجهش نشی یا LCD یه LCD مثلا هایکوپی کپی میندازه که اون حاله از بین بره و شما متوجهش نشی یا از این دست کارا خیلی اتفاق میفته که شما رو میتونه گول بزنه نکته ای که وجود داره اینه که من خیلی یه مدتی اگر یادتون باشه ریاکت میرفتم به گوشی ها آگهی های گوشی های دست دوم توی دیوار و توی اون دیوار که میچرخیدم میدیدم که خیلی هست خیلی از آیفون ها هستن که مورد دارن و اون کسی که میخواد اینو به شما فروش این مورد رو به شما نمیگه نکته مهم اینجاست قبل از هر نکته ای که شما باید توجه بکنید اینه که یه جای مطمئن پیدا بکنید برای خریدش من به جرئت میتونم بگم که خیلی کار سختیه اگر بخواید از دیوار و شیپور و این اپلیکیشن های اینجوری برید یه آیفون پیدا بکنید که ترتمیز و سالم باشه یکی از پیشنهادایی که بهتون دارم اگر یادتون باشه 5 6 سال پیش اون موقعی که تو انباری خونمون ویدیو میگرفتم یه مجموعه معرفی کردم به اسم آوا استور برای اولین بار مفهوم ریپک و رفرش رو با اسپانسرینگ آواستور استور اومدم بهتون توضیح دادم مجموعه آواستور چند تا ویژگی داره که منحصر به فرده یکیش سه روز مهلت مرجوعی بی غید و شرطه یعنی شما میتونید تو سه روز اگر که به هر دلیلی ای آیفون رو نخواستید ببرید مرجوع کنید و پولتون رو پس بگیرید یک ماه هم مهلت تست داره که وارانتی گارانتی تول یعنی اگر تو این یک ماه هم اتفاقی بیفته مجموعه آواستور پاسخگوه اگر ایرادی وجود داشته باشه میتونه برطرف بکنه یه نکته جذاب دیگه اینه اگر که شما الان یه آیفون ازش بخرین سه سال دیگه بخواین همین آیفون رو بفروشین مجموعه آوا یه ده 15 درصد تر از قیمت روز از خودتون میخره یعنی آیفونی که از خودشون خریدید رو از شما دوباره با یه کسری از عددش که خب طبیعی هم هست رو ازتون میخره نکته هایی که بهتون گفتم رو قبلا هم ویدیو گذاشتم براتون لینک ویدیو قبلی که کامل توضیح دادم چجوری آیفون دست دومو تست بکنید رو میذارم ولی قبل از هر چیزی پیدا کردن یه مجموعه که بتونید با خیال راحت ازش آیفون تهیه بکنید آیفون دست دوم تهیه بکنید یکی از دغدغه که من مجموعه آوا استور رو بهتون معرفی میکنم میتونه خیالتون از بابت خرید آیفون دست دوم راحت باشه یه جنبندی آخر ویدیو بکنم آیفون دست دوم ارزش خرید داره چون کالای لوکس و سرمایه گذاری یعنی شما قیمتش رو با قیمت دلار میبینی که میره بالا نکته هایی که باید بهش توجه بکنید و بهتون خیلی خلاصه گفتم ویدیویی که قبلا کامل توضیح دادم و باز براتون لینکشو میذارم برید اون رو ببینید که اگر میخواید آیفون دست دوم بخرید نکته بعدی این که کلکا و دغلایی که توی خرید و فروش آیفون هست رو الان من میخوام به شما بگم شما اینو میدونی اون کسی که میخواد آیفون دست دوم بفروشه اونا رو میدونه پس میتونه یه جوری دور بزنه که شما متوجهش نشید پس باید خیالتون از یه مجموعه ای راحت باشه امیدوارم که این ویدیو بتونه به کارتون بیاد لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمیه چون من هر چی دارم از حمایت تک, تک شماست مرسی از همراهیتون